سیلا فرزاد اینجاست، جاذبه، همه میدونیم چی کار میکنه، هرچی بره بالا باید بیاد پایین. اگر جاذبه نبود همه همینجور رو هوا ولو بودیم، شاید مثلا وجود نداشتیم. پس جزء نیروی اساسیه که مدل زندگی کردن ما رو فرم داده. ولی چطور کار میکنه؟ منظورم اینه که اگر یه جسمی رو از یه ارتفاعی رهاش کنیم چطوری سقوط میکنه؟ تمام معمای جاذبه توی این سوال ساده است. چرا چکش سریعتر از پر سقوط میکنه و به زمین میرسه؟ خب تابلوه دیگه، چون چکش سنگین تره سریعتر هم سقوط میکنه. ارسطو 2400 سال پیش همینو گفت، گفت جسمی که سنگین تره سریعتر هم سقوط میکنه. تمام شد رفت، جاذبه هم هر شد فهمیدین چیه. مرسی اینکه این ویدیو دیدین، لطفا حتما سابسکرایب کنین، این زنگوله رو حتما بزنین. خدافظ. واقعا فکر کنین ویدیوی من به این زودی تمام میشه؟ بشین حالا دلیل اینکه چکش سریعتر از پر سقوط میکنه به خاطر وجود مقاومت هواست که با توجه به وزن کم و شکل پر تاثیر خیلی زیادی روی سرعت سقوطش میذاره. ولی این وزن اجسام نیست که روی سرعت سقوطشون تاثیر میذاره، شکل اجسامه. اثبات این موضوع خیلی راحته. دو تا کاغذ هم اندازه دارم، با یکیشون از این فلفل بریختا میسازم، یکیشون رو همجوری مچاله میکنم. وزن دو تا کاغذ یکیه، فقط شکلشون متفاوته. بنابراین در محیطی که هوا وجود داره سرعت سقوط اجسام به دلیل شکلشون متفاوته. برای راحت تر تصور کردن این موضوع میتونید دوتا جسمی که وزنشون یکیه ولی شکلشون فرق داره، مثلا یکیشون پتو پهنه یکیشون جمع جورتره و مطمئنی جفتشون تو آب غرق میشن و بذاریم روی سطح آب همزمان ول کنیم، اونی که جمع جورتره سریعتر غرق میشه. حالا سقوط کردن یا غرق شدن یه جسم توی هوا یا توی آب باز پاسخ این سوال ما رو نمیده که وقتی یه جسم رو رها میکنیم چطوری سقوط میکنه، چون الان یه عاملی مثل هوا یا آب وجود داره که شدیداً داره رو پاسخ سوال ما تاثیر میذاره. آها، باید بریم یه جایی که هوا نباشه. جمع کن بریم مهراد، بودو بریم. بریم جایی که هوا نباشه دیگه. بریم هوا نباشه. با توجه که هوا خیلی سبکه و در شرایط نرمال تو ارتفاع کم همچین زور آنچنانی هم نداره، اگر دو تا جسمی که از نظر وزنی همچین خوبن، وزنشون یه ذره سنگینه، تو ارتفاع کم همزمان با هم رها کنیم، با یه خطای نسبتاً کمی میتونیم پاسخ سوالمون رو به دست بیاریم. اینو ببین، اگر این دوتا رو همزمان رها کنم کدومش رو زودتر سقوط میکنه؟ با توجه به که این دوتا وزن قابل توجهی نسبت به مقاومت هوا توی این ارتفاع کم دارن، میتونیم از مقاومت هوا صرف نظر کنیم، یعنی تأثیر خاصی روشون ندارن. در واقع سرعت سقوط همه اجسام در خلأ در ارتفاع مساوی با هم برابره. اولین نفری که این موضوع رو فهمید ریاضیدان معروف قرن 16 یعنی گالیله بود که همه اسمش رو شنیدید. گالیله معتقد بود اگر هیچ نیروی مخالفی مثل مقاومت هوا و این چیزا اصلا وجود نداشت که بخواد بسته به شکل و این چیزای جسم روش تاثیر بذاره، اون موقع سرعت سقوط همه اجسام با هم دیگه برابر بود. تمام. ولی گالیله موفق نشد جایی پیدا کنه که اونجا هوا نباشه که بیاد این آزمایش رو امتحان کنه. تا حدودا 300 سال بعد از مرگ گالیله که در سال 1971 در ماموریت آپولو 15 بالاخره فضانوردان به کره ماه رفتن که اونجا اتمسفر نداره و خلأ، تا با رها کردن همزمان یه چکش و یه دونه پر این آزمایش عملی رو به راحتی ثابت کردن. البته قبلش هم این آزمایش رو کره زمین که وکیوم چمبر یا محفظه خلأ و خلأ خیلی خوب و قابل قبولی هم داره امتحان کرده بودن، ولی یه چکش رو پرم بردن رو ماه، گفتن اینجا میگه تست کنی. تشکلی داره.
پس اجسام در خلا در ارتفاع برابر با سرعت مساوی نسبت به هم سقوط میکنه. این پاسخ سوال اوله. حالا یه سوال دومی هم بود که گالیلی گیر داده بود اونم حل کنه. اینکه وقتی یه جسمی رو از این ارتفاع رها میکنین سرعتش ثابته موقع سقوط یا داره افزایش پیدا میکنه؟ حتی اگر موقع سقوط ازش فیلم هم بگیرین سخت میشه فهمید که سرعتش ثابته یا داره افزایش پیدا میکنه، حتی با فیلم برداری اسلو موشن. گالیله جواب این سوال رو با آزمایش خیلی راحت به دست آورد. این کره فلزی رو اگر از ارتفاع کم روی کاشی رهاش کنم کار خاصی انجام نمیده، ولی اگر از ارتفاع بالا رهاش کنم خیلی راحت میتونه کاشی رو بشکنه. وقتی این کره رو از ارتفاع بالاتر رها می‌کنیم جرمش نسبت به حالت اول تغییر نکرده که. پس چه عاملی باعث شده که در حالت دوم به راحتی کاشی رو بشکونه؟ گالیله با پیدا کردن پاسخ این سوال یه اصل خیلی مهم رو برای سقوط همه اجسام تعریف کرد. حرکت اجسام وقتی دارن سقوط می‌کنن شتاب داره، یعنی سرعتشون زیاد میشه. دوف! حالا که گالیله پاسخ این سوالم پیدا کرده بود، با خودش فکر کرد چطوری میشه فهمید وقتی یه جسمی سقوط می‌کنه سرعتش چقدر زیاد میشه؟ دل کن دیگه بابا، چه گیر دادی؟ بکن دیگه بابا، به تو چه؟ پیدا کردن یه روش برای اندازه‌گیری افزایش سرعت سقوط یه جسم اولین تلاش بشر برای اندازه‌گیری نیروی جاذبه بود. لینک این آزمایش گالیله رو توی دیسکریپشن براتون گذاشتم که توسط فیزیکدان محبوب باحال جیم الخلیل انجام شده. اگه دوست داشتین حتما بریم ببینید. حالا چرا هر جسمی رو از این ارتفاعی رها می‌کنیم سقوط می‌کنه؟ خب بخاطر جاذبه دیگه، ولی چرا به سمت پایین میره؟ منظورم اینه که چرا بالا نمیره؟ مگه این پایین چه خبره؟ ما میدونیم جاذبه چیه، میتونیم محاسبه کنیم، میتونیم رفتارش رو پیش بینی کنیم، ولی کلاً جاذبه چی هستن؟ برگردیم به علوم دبستان. یه آهنربا رو در نظر بگیرین. میدونیم آهنربا اجسامی که خاصیت مغناطیسی دارن رو از یه فاصله به بعد دوست داره به سمت خودش بکشه. در واقع آهنربا یه میدان مغناطیسی دورش داره که هر جسمی با داشتن خاصیت مغناطیسی وارد اون میدان بشه تحت تاثیر نیروی آهنربا قرار میگیره و میتونه جذب آهنربا بشه. حالا چون آهنربا همچین میدانی داره و یه سری از اجسامو جذب میکنه، چون این خاصیت ذرات تشکیل دهنده آهنرباست که الکترومغناطیس هستن. الکترومغناطیس از نیروی بنیادی تشکیل دهنده جهان که اگر وجود نداشت شاید جهان هم وجود نداشت یا شاید اصلا یه شکل دیگه. جاذبه هم به دلیل وجود جرمه، یعنی تمام مواد تمام اجسام جرم دارن. هر چیزی که جرم داره جاذبه داره، یعنی میتونه اجسام دیگر رو به سمت خودش جذب کنه. ما هم جرم داریم پس ما هم جاذبه داریم، یعنی میتونیم اجسام دیگر رو جذب کنیم. ولی چرا هیچی به سمت ما نمیاد؟ یعنی با اینکه ما جرم داریم جاذبه داریم چرا نماد میدیم به سمت جسمی نه هیچ جسمی میاد به سمت ما؟ خب زمین هم جرم داره، خیلی هم جرم داره و هرچی که جرم یه جسمی بیشتر باشه نیروی جاذبهش هم بیشتره. هر چقدر که جرم یه جسم در فضای کمتر یعنی در حجم کمتری باشه نیروی جاذبهش قوی تر هم هست. نیروی جاذبه ما یا اجسام اطرافمون خیلی کمه نسبت به نیروی جاذبه که کره زمین داره. در واقع قبل از اینکه بخوان جذب ما بشن به خاطر نیروی خیلی زیاد جاذبه زمین جذب کره زمین میشن. حتی کره ما هم تحت تاثیر نیروی جاذبه کره زمینه. خود کره زمین هم تحت تاثیر نیروی جاذبه کرات دیگه و ستارات دیگه مثل خورشید. اصلا یه وضع خرطوخری اون بیرون نرو بیرون. پس جرم بیشتر نیروی جاذبه بیشتر، جرم بیشتر در حجم کمتر اصلا اوف جاذبه،
یکم از گالیله براتون بگم، کسی که بنیانگذار فیزیک مدرنه و ما خیلی از پیشرفت‌های امروز رو به خصوص در زمینه تکنولوژی رو مدیون این دانشمند بزرگیم که هیچ وقت سکوت نکرد. گالیله در زمان درست در مکان درست قرار داشت. اون موقع روش‌های تولید عدسی و لنز خیلی پیشرفت کرده و دقت و کیفیت اون لنز و عدسی که می‌ساختن خیلی بهتر بود. که در نهایت با این لنز و عدسی اومدن تلسکوپ رو اختراع کردن، وسیله‌ای که انقلاب خیلی بزرگ علمی رو رقم زد. بعد از ساخته شدن اولین تلسکوپ‌های مثلا خیلی بیسیک و کوچولو موچولویی که بود که قدرت بزرگنمایش فقط 3 برابر چشم عادی بود، دانشمندان خیلی شناخته شده اون موقع مثل سایمن ماریوس یا تامس هریوت و یوهانس کپلر یه دونه از این تلسکوپ‌ها رو بر خودشون گرفتن و برای ادامه تحقیقاتشون از اونا استفاده کردن. گالیله اون موقع حدوداً 45 سالش بود و شروع کرد به ساختن تلسکوپ به روش خودش. بعد از یه مدت تحقیق کردن روی تلسکوپ‌ها، گالیله تلسکوپ‌هایی می‌ساخت که قدرت بزرگنمایش 8 برابر بود به نسبت تلسکوپ عادی که 3-4 برابر بودن و شروع می‌کرد به تحقیق کردن و دیدن آسمون. گالیله به کمک این تلسکوپ حقایق خیلی بزرگی رو پیدا کرد. اولیش کره ماه، سیاره که همه فکر می‌کردن سطحش کاملا صاف و صیقلیه، ولی وقتی گالیله با تلسکوپش برای اولین بار سطح روی ماه رو رصد کرد، متوجه شد که روی ماه کلی ناهمواری و پستی بلندی وجود داره. یعنی نظریه‌ای که تا بیشتر از 2000 سال وجود داشت رو ثابت کرد غلطه. یه جوری شاید بشه گفت بزرگترین کشف گالیله از روز 7 ژانویه سال 1610 شروع شد که با تلسکوپش برای اولین بار سیاره مشتری جوپیتر رو رصد کرد. این بررسی حدود 8 روز طول کشید تا روز 15 ژانویه همون سال که گالیله متوجه وجود 4 تا قمر مشتری شد. شاید پیدا کردن 4 تا قمر خیلی موضوع عجیب و غریبی براتون نباشه، ولی اون موقع همه فکر می‌کردن زمین در مرکز جهان قرار گرفته و همه ستاره و کره‌های دیگه دور زمین می‌چرخن. تعداد دانشمندان خیلی کمی بودن که قبل از گالیله معتقد بودن این موضوع غلطه، ولی گالیله اولین دانشمندی بود که این موضوع رو با چشمای خودش دید و تا آخر عمرش برای اثبات این موضوع جنگید. گالیله با بررسی قمرهای مشتری متوجه شد این قمرها به دور مشتری میچرخند، پس به دور زمین نمیچرخند، پس زمین مرکز جهان نیست. یعنی کرات دیگه‌ای وجود داره، ستاره‌های دیگه‌ای وجود داره که به دور چیزهای دیگه‌ای میچرخند به غیر از کره زمین. گالیله سیاره مشتری رو 2 ماه بررسی کرد و دستیافتاش رو توی یک کتابچه 24 صفحه جمع‌آوری کرد. اسمش رو گذاشت استار مسنجر و ازش 500 جلد منتشر کرد. سال 1610 کتابش به سرعت فروش رفت. همه در موردش صحبت می‌کردن تا اینکه این خبر به کلیسا رسید. اون موقع کلیسا به نظریات ارسطو که حدود 2000 سال پیش بود خیلی احترام می‌ذاشت و وقتی دید نظریه گالیله با نظریات ارسطو کاملا تناقض داره، شروع به بازجویی گالیله کرد. گالیله رو آوردن تو کلیسا و تهدیدش کردن که اگه حرفش رو پس نگیره زنده زنده می‌سوزوننش و مجبورش کردن که حرفش رو پس بگیره و اعلام کنه که من وقتی این نظریه رو اعلام کردم کاملا مست بودم. از سال 1616 جلوی همه انتشاراتش رو گرفتن و نمیذاشتن چیز دیگه ای چاپ کنه. در نهایت سال 1632 نتونست جلوی خودش رو بگیره و یک کتاب دیگه چاپ کرد که توی اون کتاب نوشته بود زمین مرکز جهان نیست. این بار دوباره گالیله رو گرفتن، محکومش کردن، توی خونش زندانی کردن و هیچ کدام از تحقیقات دیگه‌ش رو نذاشتن چاپ بشه. در نهایت گالیله سال 1642 در 8 ژانویه فوت کرد. کتاب تحریف نشده گالیله سال 1835 برای عموم منتشر شد، تقریبا 200 سال بعد از مرگ گالیله. واتیکان در سال 1992 که تقریبا 3 سال بعد از لانچ کردن فضاپیمای گالیله و گالیله به سمت مشتری بود، بالاخره بعد از گذشت 300 سال اسم گالیله رو از توی لیست اشخاصی که عمل نادرست انجام دادن پاک کرد و اعلام کرد که گالیله بیگناهه. گالیله به دلیل معرفی روش‌های نوین و الگوهای جدید در تحقیقات علمی که بر پایه و اساس آزمایش هستند، از توی خیلی از جوامع علمی به عنوان پدر فیزیک نوین شناخته میشه. یه شرح مختصر از زندگی گالیله بود که دوست داشتم باتون شیر کنم. مرسی که این ویدیو رو دیدین، سابسکرایب کنین لطفا، زنگوله رو هم بزنین. خدافظ.